در هر جا که رایزن بازرگانی داشتیم هم تجار در واقع اونها رو تایید کردن، هم سفرهای محترمی که در اون کشورها بودن. حتی ما هیچ رایزنی نداشتیم که ماموریتش تموم بشه و سفیر تقاضای مجدد نکنه برای تمدیدش، و علتش این بوده که اون اونجا کارآمد بوده. ولی در هر صورت این هم باید بدونیم که با توجه به مشکلات بودجه‌ای و محدودیتی که وجود داره، یک مزایقی هست که اعزام اونها با مشکلاتی مواجه هست، چون افزایش نرخ ارز باعث شد که، و میدونید یه زمانی ارزی که خریداری میشد برای رایزنای بازرگانی و برای مراجع دولتی ارزای با نرخ رسمی بود و از سال گذشته این نرخ رسمی نیست، بعد می‌بریم از در واقع با نرخ صنایعی خرید بکنیم. این مشکل رو داریم، ولی یک برگ برنده دیگه ما داریم، اونم این است که در سازمان توسعه تجارت ما الان بیش از 20 رایزن بازرگانی داریم که ماموریتشون تموم شده، برگشتن و الان مسئول میز هستن، و برای صادرکننده ما این خیلی راحت تر هم هست که بیاد به سازمان توسعه تجارت مشاوره بگیره. اگه بحث گرفتن مشاوره است، اگر بحث راهنمایی، همون رایزنای ما که سالهای گذشته در کشورهای دیگه بودن الان حدود 20 نفرشون در سازمان نشستن، دبیر میز اون کشوری هستن که رایزنش بودن و بیشترین راهنمایی اونا میکنن و میتونن صادرکنندگان عزیز به اینا مراجعه کنن و در واقع راهنمایی بگیرن. در بازار هدف اون یه چیز دیگه است، یه سری هماهنگی ممکنه در بازار هدف لازم باشه. تا اونجا که ما بتونیم کمک بکنیم فعلا میتونیم انجام میدیم، و وزارت امور خارجه هم الان داره در اونجا سفرهای ما با ماموریت‌های اقتصادی که دارن کمک میکنن. دوستانی که مشکل دارن بیان ببینیم مشکلاتشون چیست، چون ما الان فوکوسمون روی کشورهای همسایه و بازارهایی است که الان داریم، ولی اینکه کلی گفته بشه مثلا رایزن نداریم، من مشکل دارم، بیان ما رایزنمون تو سازمان توسعه تجارت نشستن بدون هزینه ارزی بیان از اینا استفاده بکنن. یعنی الان شما توی همون 20 کشوری که سال گذشته ما 18 کشور رو رایزناش اومدن ماموریتشون تموم شده بود الان داریم. و نکته سوم هم این که ما الان داریم برنامه‌ریزی می‌کنیم در کشورهای همسایه که مهم هستن اعزام بکنیم تا پایان سال، و منتظر هستیم که بودجه هامون محقق بشه دیگه. بخش از بودجه ما در حال تحققه و ما انشالله تا آخر سال قول میدیم به صادرکننده ها که بخش از کشور همسایه رو رایزن بازرگانی بفرستیم که خیالشون راحت بشه. ما برای اون کشوری که نداریم و الان داریم طراحی میکنیم، دوتاشون غیر همسایه‌ان ولی مهمن، هند و چین، یکیشون روسیه است، یکیشون آذربایجانه، یکیشون عمان هستش، ولی الان عراق داریم، افغانستان داریم، ترکیه داریم، ارمنستان داریم و پاکستان، و در عراق فعلا دو تا هم داریم، یکی بغداد یکی بصره. اینا چیزایی است که موجوده، ولی در هر صورت کشور مهم عرض کردم، فعلا اونایی که ما به فوریت میخوایم اعزام بکنیم این کشورهاییه که نام بردم.